انسانی برای خود خصوصیت و اسراری دارد و همانا اسلام اجازه گرفتن را تشریع کرد و تجسس از دیگران را حرام کرد برای حفظ کرامت انسانی و احترام به خصوصیت دیگران و در زمان انفجار اطلاعات می توان گفت که هر چیز محرمانه در عرض چند ثانیه در سراسر جهان انتشار می یابد و پرده اسرار انسان ها و خصوصیتشان شکافته شد و حقوق انسان ها از بین رفت پس رخنه کردن در سایت ها و فضای الکترونیکی دیگران بدون اجازه جرم حساب می شود و تجسس از پست الکترونیکی و حساب کاربری دیگران جرم است و مشاهده اطلاعات شخصی کاربران و دستکاری آنها بدون اجازه صاحبانشان و نمایش اطلاعاتشان جرم تلقی می شود و در حدیث هر کس پنهانی عورت و عیب برادر مسلمانش را بکند خداوند متابعه عورت و عیب او را می کند و هر کس که خداوند متابعه پنهانی هایش را بکند او را رسوا می کند اگرچه در داخل خانه خودش هم باشد و مسلمان عاقل باید از این اعمال برحذر باشد و تمام اسبابی که موجب حفظ اسرارش و خصوصیتش در فضای مجازی می شود را دنبال کند that.